با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمت شما هستم با جلسه دیگر از آموزش زبان جاوا اسکریپت. خب جلسه قبل با یه سری از مقدمات آشنا شدیم. این جلسه میریم سراغ عملگرهای ریاضی، یه سلام بهشون عملگرهای حسابی هم میگن، یعنی محاسباتی. با یکی دو تاشون تو جلسه قبل آشنا شدیم که یکیشون هم این جمع بود که دیدیم میتونیم دو متغیر یا حتی دو عدد رو با هم جمع کنیم، که در اینجا ما 14 رو به اضافه 39 کردیم که جواب میشه 53، که اینجا که رفرش میزنیم با استفاده از تابع alert جواب رو داخل یک کادر به نمایش میذاریم که 53 هست. خب یه سایر عملهای ریاضی رو هم با هم دوره میکنیم. خب همونطور که حدس میزنید یکیشون منها هست، یعنی میتونیم دو عدد رو از هم کم بکنیم. اونجا میگیم 14 منهای 39، خب مطمئنا جواب منفی هست، منفی 25. و اگر عدد اول، اینه که خیلی خیلی آسونه، هممون تو مقدمات توی دوران ابتدایی اگه اشتباه نکنم جور ریاضیاتون عدد اول عدد بزرگ دوم بزرگتر باشه، خب جواب مثبت میشه تو تفریق، چون مثبت 25. به اضافه رو که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، اینم منها یا هم حالا به علاوه سران رو به جای به اضافه بگیم، خب تقسیم هست. بعد حالا اینجا من دیگه با صورت عددی می‌نویسم، مثلا میتونیم بگیم 10، علامت تقسیم اسلش هست، اسلش، مثلا اینجا میگیم 10 تقسیم بر 3. پس اسلش علامت تقسیم است در جاوا اسکریپت. ذخیره می‌کنم، اجرا میکنیم، همطوری که میبینید دقت زیادی داره، یعنی به اندازه ای هست که قانع کننده باشه برای ما. تقسیم بر 4 میکنیم اصطلاحا، خب همطوری که میدونید اگه عدد اول از عدد دوم کوچکتر باشه، نمیگیم 4 تقسیم بر 10، حاصل اعشاری به دست میاد، 14. خب این هم از تقسیم. بعد باقی ضرب هست، ضرب علامتش ستاره هست، مثلا میگیم 4 ضرب در 10 که میشه 40. اما تا که میدونید ضرب جا به جایی نداره، یعنی فرق نمی کنه عدد 10 و اول بنویسیم 4 و دوم بنویسیم، همشون یکیه. و در ادامه یه یکی هم هست که بهش میگن باقی مانده یه تقسیم. ببینید مثلا من وقتی 10 رو تقسیم بره 3 میکنم، خب اگه بخوام که جواب باقی مانده ده، یعنی تقسیم صحیح انجام بشه، تقسیم صحیح تو 10 فقط 3 تا هست، یعنی 3 تا 9 تا، 1 میشه باقی مانده، یعنی دیگه نمیخوام تقسیم اعشاری باشه. این تقسیم معمولی همین اسلش حالت اعشاری داره، وقتی ما میزنیم ببینید 3 و 3 دهم میشه سر این جواب. حالا من دیگه بقیه‌اشو نمیخونم. حالا اگه بیام بگم باقی مانده شو میخوام، تقسیم صحیح انجام میشه، باقی ماندهش برگشت داده میشه، علامت درصد هست باقی مانده 1. خب به عنوان مثال مثلا 10 تقسیم بر 2 باقی مانده نداره، میشه 0. 5 دو تا 10 تا، دیگه حالت اعشاری نداره که حالا بخوایم. ببینید خیلی راحت. یک موردی هست داخل زبان‌های کامپیوتری مثل حالت عادی نیست، مثل دنیای بیرون که وقتی ما میایم میگیم اصطلاحاً 4 به اضافه 5 ضرب در 2، خب ما انتظار داریم 4 به اضافه 5 9 ضرب در 2 18 جواب این به دست بیاد. خب حالا ببینیم که داخل کامپیوتر چه جوری میاد، میتونیم پشت سر هم بنویسیم، درسته 4 به اضافه 5 ضرب در 2، خب جواب باید بشه 18. من میزنم جواب میشه 14. چرا؟ یک مبحثی داریم داخل کامپیوتر بهش میگن تقدم عملگرها. خب به این معنی که داخل کامپیوتر از چپ به راست خونده نمیشه عملیات حسابی. یه سری عملگرها به اینا میگن عملگر، به اضافه، ضرب، تقسیم، اینا میگن عملگر. به اینا میگن عملوند، به این اعداد میگن عملوند، و به این هایی که کار رو انجام میدن میگن عملگر. تقدم عملگرها میگه یه سری عملگرها تقدم، یعنی زودتر انجام میشن. داخل جاوا اسکریپت ضرب زودتر انجام میشه، یعنی 5 ضرب اول این انجام میشه، 5 ضرب در 2 میشه 10، 10 به اضافه 4 میشه 14. خب
یه بار دیگه من میزنم، ببینید جواب شد 14. خب حالا اینو میکنیم منها، همونطور که میبینید باز هم تغییری ایجاد، یعنی باید بشه چی؟ این 4 منهای 5 میشه منفی 1، ضرب در 2 میشه منفی 2 دیگه، ولی وقتی انجام میده میشه منفی 6. چرا؟ چون اصولا اینجوری است که میگه 5 اول ضرب در 2 میشه میشه 10، بعد از 4 کم میشه. پس میبینید ضرب تقدم بیشتری نسبت به جمع و تفریق داره. خب اگه بخوایم که این حالت رو از بین ببریم، یعنی اول بگیم جمع رو انجام بده، میتونیم از پرانتزها استفاده کنیم. خب من با این پرانتز تقدم بسیار بالایی داره. اول پرانتزها انجام میشن بعد سایر اعمال، یعنی اول وقتی ما گفتیم ضرب از جمع تقدم بیشتری داره، وقتی پرانتز میذاریم، پرانتز از ضرب تقدم بیشتری، پرانتز از همه چی تقدم بیشتری داره. اول میاد میگه 4 به اضافه 5 9 ضرب در 2 18. خب من اینو انجام میدم، باشه دیگه من ذخیره نکرده بودم، ذخیرهش میکنم حالا دوباره انجام میدم. ببینید خیلی راحت. یه حالت دیگه، خب حالا اینجا میگیم که 16 تقسیم بر 4 ضرب در 2. خب ببینیم چه اتفاقی میفته، میشه 8. 16 تقسیم بر 4 میشه 4 ضرب در 2 میشه 8. خب اینجا تقدم، ببینید تقدم تقسیم و ضرب یکی است، هر کدوم که زودتر از سمت چپ ظاهر بشن اون انجام میشه. خب حالا اگه من بیام بگم که، یعنی بگیم 16 ضرب در 4 تقسیم بر 2، حالا خب من کالکو میارم، 16 ضرب در 4 میشه 64 تقسیم بر 2 میشه 32. خب ببینیم جواب درست. خب پس همونطور که میبینید یه سری از عملگرها تقدم یکسانی دارن، ضرب و تقسیم تقدم یکسانی دارن. تو تقدم های یکسان هر کدوم که زودتر بیان زودتر هم انجام میشن، یعنی از چپ به راست خونده میشه، این ریاضیات خودمون. ولی جمع و تفریق تقدم پایین تری دارن. خب حالا بیایم تقدم جمع و تفریق هم یکسان هست، یعنی اگه بیایم بگیم 16 به اضافه 4 20 تقسیم به منهای 2 میشه 18 دیگه، درسته؟ خب حالا یعنی هر کدوم ضرب و تقسیم تقدم یکسان داشتن، جمع و تفریق هم اینجوری، یعنی هر کدوم که زودتر ظاهر بشن زودتر انجام میشن. میمونه باقی مانده تقسیم. خب اون هم میتونیم با اصطلاحاً چی بفهمیمش؟ امتحان. همیشه تو برنامه نویسی اگه یه سوالی واسهتون پیش اومد، آقا باقی مانده تقسیم تقدمش بیشتر یا منها، خب انجامش بدید، امتحان کنید. خب باقی مانده تقسیم 16 تقسیم بر 4 میشه 0، منهای 2 میشه منفی 2. ببینید انجام شد. حالا برعکسش میکنم، 16 منهای 4 میشه 14 تقسیم بر 2، باقی ماندهش تقسیم بر 2، 14 تقسیم بر 2 میشه 0 باقی ماندهش. انجام بدیم ببینید میشه اینجا زده 16. من اینو ذخیره کردم یه بار دیگه انجامش بدیم. خب میشه 16. ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب باقی مانده 4 تقسیم بر 2، ببینید تقدم باقی مانده از تفریق و جمع هم بیشتره. پس اینجوریه، میگم حالا ضرب رو امتحان میکنیم، من اینجا 3 میذارم، خب جواب باید بشه 0، ضرب میذارم. ببینید ببینید 4 تقسیم بر 2 میشه 0، 3 ضرب در 0 0. ببینیم اینجوریه، تقدم باقی مانده از ضرب هم بیشتره، میشه 0، درسته؟ خب من اینو میکنم 5، چون صفر نیاد جوابمون بتونیم امتحانمون رو درست انجام بدیم، ببین میشه 1. خب چطور این اتفاق افتاد؟ اگه ضرب تقدمش بیشتر بود میشد 3 5 تا 15 تا، خب تقسیم بر 2 میشه. خب این درسته، بیم یه حالت دیگه بهش بدیم که تقسیم بر 4ش میکنیم، خب میشه 3، درسته؟ پس ببینید ضرب تقدمش از چی اصطلاحاً بیشتره. اینجوریه تقریبا که میگیم که ضرب و تقسیم تقدم بیشتری نسبت به باقی مانده دارن و جمع و تفریق هم تقدم بیشتری نسبت به باشه ضرب و تقسیم تقدم بیشتری نسبت به باقی مانده دارن و باقی مانده تقدم بیشتری به جمع و تفریق داره.
و همونطور هم که گفتیم اگه بخوایم تقدم ها رو از بین ببریم کافی از پرانتز استفاده کنیم. خب من اینجا میایم 3 به اضافه 5 ضرب در 4، 3 به اضافه 5 8، 8 4 تا و نتیجه رو میتونیم در خروجی به راحتی ببینیم. خب حالا اگه اینجا من بیام بگم که ضرب در 2، خب اینجوری انجام میشه. خب ببینید اول داخل پرانتز انجام میشه، داخل پرانتز جمع و ضرب دارم. خب پس اول ضرب انجام میشه، چون ضرب تقدمش نسبت به جمع بیشتر میشه، 5 2 تا 10 تا به اضافه 3 13 تا، 4 تا 13 تا هم. خب حالا مثلا اینجا حساب میکنیم ببینیم 13 ضرب در 4 52، ببینیم نتیجه خروجی داخل مرورگر 52 درسته. خب حالا اگه بخوایم این جمع هم زودتر از این ضرب انجام بشه چی؟ دوباره پرانتز میذاریم. خب جاوا اسکریپت اینجوریه، شروع میکنه به دیدن پرانتزها میره تو، اول داخلی ترین پرانتز رو انجام میده، اگه 20 تا پرانتز هم بذارید میره تو داخلی ترین پرانتز، بعد از اینکه کار اون تموم شد نتیجه شو در خروجی انجام میشه، یعنی 3 به اضافه 5 میشه 8. خب 8 ضرب در 2 میشه 16، 16 به اضافه 4، 16 ضرب در 4 ببخشید، جوابش در خروجی قرار میگیره که باید 64 باشه. دیدید؟ پس به این شکل من یک بار دیگه برمیگردم. ببینید از داخلی ترین پرانتز، یعنی داخلی ترین پرانتز اینه، میشه 3 به اضافه 5. طب ببین پرانتز ها گفتیم تقدم ها رو از بین، یعنی اولویت ها رو از بین میبرن، میشه 3 به اضافه 5 8، 8 ضرب در 2 16 و 16 هم ضرب در 4 که نتیجه شو میتونیم در خروجی ببینیم 64. خب این از این هم از تقدم عملگرها. یه سری مسئله سالا میریم سراغ یه سری متغیرهای جدید، یه سری از انواع متغیر رو با هم مرور کنیم. ببینید انواع داده‌ای هست در زبان‌های برنامه، هر زبان برنامه نویسی یکی از قابلیت‌هاش اینه که داده‌هایی رو که می‌تونیم پیش ذخیره بکنیم و اصطلاحاً به چه شکل هست. بعضی از زبان‌ها دو نوع داده مثلا اشاری دارن، بعضی از زبان‌ها 3-4 نوع داده عددی دارن، مثلا میگن داده عددی صحیح اینتگر که شامل اعداد اشار نمیشه، مثلا اینجوری 15، خب اینه اینتگره، این یه اینتجره، خب این یه عدد اشاریه، این اصطلاحاً اینتجر حساب نمیشه. این میگم بیا خب مثلا تو زبانای مثل جاوا ما فلوت رو داریم و دابل، داخل ویژوال بیسیک هم همینجوریه، ما اونجا سینگل داریم و دابل، مثلا فلوت ها که داخل جاوا میان داده های اشاری با دقت کمتر توی ذخیره میشن، اگه دقت خیلی زیاد بخوایم مثلا اینجوری از دابل ها استفاده میکنیم. داخل زبان جاوا اسکریپت اینجوری نیست، عدد عدده، اینتجر و فلوت و سینگل و دابل و اینجور حرفا نداریم، عدد عدده، حالا چه صحیح باشه چه اشاری. یعنی داخل جاوا اسکریپت داده 12 با 12.5 یکی، جفتشون نامبر حساب میشن، یکی از پس یکی از داده ها، یکی از انواع داده، یعنی تایپ نو، یکی از نوهای داده ای که جاوا ساپورت میکنه اسمش نامبر هست، یعنی عدد. خب پس من میتونم یک متغیر داخل یکی از متغیرها داده عددی ذخیره کنم 12. خب یکی از خب یک تابعی که ما یاد گرفتیم alert بود دیگه، میبادیم میگفتیم alert، گفتیم که alert، حالا تابع رو من جلوتر توضیح میدم معنیش چیه. جلسه قبل گفتم تابع اصطلاحاً کار هستن، ما با دستور اصطلاحاً بهشون میگم، مثل این میمونه که من به یه نفر بگم بشین، پاشو، بودو. خب این اوامری که من به اون شخص میدم این میشه تابع، بودو. خب حالا تابه ها بجز این که چی هستن، یعنی به یه نفر ما یه دستوری میدیم، یه سری اطلاعات هم بهش میدیم، مثلا میگیم 100 متر بدو، تند بدو، یواش راه برو، یواش صحبت کن، بلند صحبت کن. خب ببینید من وقتی به یه نفر میگم بلند صحبت کن، صحبت کردن دستوره و بلند اون اطلاعاتیه که همراه دستور به طرف میدم. خب من وقتی به نفر میگم صحبت کن فرق میکنه تا زمانی که میگم بلند صحبت کن. خب داخل کامپیوترم اینجوریه، آلرت یک دستوره، یک نمایش بده، آلرت نشون بده، هشدار بده. خب
خب چی رو نمایش بدم؟ ام رو نمایش بده. یه اطلاعاتی باید بهش بدیم دیگه. مثلا ما برگردیم به یک رو کنیم به یک نفر بگیم که بگو. خب چی بگم؟ خب حالا مثلا جواب دو دو تا چند تا میشه. خب وقتی به نفر میگیم دو دو تا چند تا میشه، خب مثلا وقتی میشیم بگو دو دو تا چند تا، بگو دستورمونه، اون چیزی که ازش میخواییم هم میشه مثلا پارامتر. خب اینجا ام پارامتریه که ما به آلرت میدیم. آلرت خب تابع داخل جاوا اسکریپت اینجوریه که نامشون رو مینویسیم، یه دو تا پرانتز میذاریم جلوشون. اون پرانتزها اصطلاحا اون اطلاعات اضافه رو میذاریم توی اون پرانتزها. خب واسه همین هم از پرانتزها استفاده میشه. اگه این پرانتزها رو نذاریم، خب حکم متغیر پیدا میکنن دیگه. واسه اینکه بفهمیم این کلمه‌ای که نوشتیم متغیره یا اصطلاحا یک واریبل یا یک دستور، از پرانتز اگه جلوش پرانتزی بود یعنی دستوره. ولی ببینید ام من بدون هیچ پرانتزی نوشتم، این یک متغیر، یک داده است اصطلاحا. خب وقتی من اینجا ام می نویسم، چیزی که داخل این ذخیره شده میاد اینجا جاش قرار میگیره، یعنی 12 به خروجی فرستاده میشه. خب وقتی من میگم alert m، اینو جلسه قبل هم گفتیم، خب 12 نشون داده میشه. حالا یک دیگه از اون دستوراتی که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم type of هست. خب این هم دستوره، پس یعنی پرانتز جلوش قرار میگیره و اون چیزی رو که میخواییم داخل اون پرانتز مینویسیم. خب من این رو میزنم. خب این الان به اون خاطر راحت کرد، من یه لحظه اینو برم به کنسول. خب بخشید، حالا من در مورد این کنسول هم واسه تون توضیحی میدم. بخش با این او رو باید کوچک می نوشتیم. من خودم خیلی از این کنسول استفاده می کنم. کنسول این F12 رو که می زنید یا کنترل شیفت آی این دیولپر تولز میاد. کنسول جاییه که ما میتونیم مستقیما تو جاوا اسکریپت بنویسیم. مثلا همون قبل مثلا من میسام var m برابر است با 12 m ضرب در 2، یعنی 12 ضرب در 2 میشه 24. خب اینجوری میشه استفاده کرد. موقعی که من خودم فراموش میکنم، خیلی پیش میاد چون من زبان بلوچی زیادی بلدم، کلمه رو یادم میمونه بزرگی و حروف کوچیک که بعضی وقت فراموش میکنم. مثل تایپ آف که دستور کم کاربردی اصلا خیلی مهمه. مثلا من تایپ آف با او بزرگ نوشتم. همونطور که گفتیم جاوا اسکریپت به حروف حساسه، مثل ویژوال بیسیک نیست حروف کوچیک و بزرگ توش فرقی نداشته باشن. نه فرق داره. اگه این تایپ آفی که من با او بزرگ نوشتم پیغام خطا میده، ولی اگه تایپ آف با زبان کوچیک بنویسم پیغام خطا نمیده اصلا. خب حالا تایپ آف من یک دستور مثل alert type of یک پارامتر میگیره، اون چیزی رو که بهش میدیم نوعش رو برمیگردونه. تایپ آف از تو جاوا اسکریپت دستوریه که نوع متغیر رو برمیگردونه. ام من توش 12 ذخیره کردم. خب حالا من میخوام با alert نشونش بدم. ببینید میگه number، نوعش number هست. خب حالا میام میکنمش 12.5. ببینیم نوع دیگه، یعنی میگه مثلا یه نوع جدید داریم، بازم نامبر است. واسه همونطور که میبینید اعداد چه صحیح باشن چه اشاری باشن داخل جاوا اسکریپت فقط یک نوع عددی داریم، نامبر. مثل سایر زبان ها نیست که انواع نوع عددی خودش به زیر مجموعه تقسیم میشه، اعداد صحیح، اعداد بایت، نمیدونم شورت اینت، اینت، نه از این حرفا نیست. دون فقط یک نوع عددی داخل داده عددی داخل جاوا اسکریپت داریم. عددیه میگیم عددی، حالا هر نوع عددی توش ذخیره بشه، صحیح، اشاری یا هر نوع دیگه. نوع دیگه ای که یک نوع دیگه ای که داخل جاوا اسکریپت داریم سلان رشته ها هستن. خب متن، خب ما باید بفهمیم تو زبان برنامه نویسی متن ذخیره کنیم. به عنوان مثال میخوام اسم خودم رو ذخیره کنم، یک متغیر میسازم به اسم نیم برابر است. خب برای نوشتن متن ها باید از علامت دابل کوتیشن استفاده کنیم. با تک کوتیشن هم میتونیم استفاده کنیم، ولی حالا ما فعلا با دابل کوتیشن جلو میرم. خب دابل کوتیشن میذاریم فیما بین اینو متنی رو که دوست داریم مینویسیم، حالا به هر زبونی، حالا من انگلیسی نوشتم. خب خود این دوتا علامت کوتیشن ها جز به متن حساب نمیشن، فقط به این درد میخورن، یه نوع علامتن که جاوا اسکریپت میگن که اولی میگه شروع متن، دومی میگه پایان متن، و هر چیزی که فیما بین اینها باشه متن حساب میشه، یک کاراکتر حساب میشه اصطلاحا. پس میشه یک ام یک، ببخشید حالا ای دو اچ سه
دی 4 و ایگرگ 5، این 5 حرف. خب جای خالی هم حرف حساب میشه، این کاراکتر اسپیس هم حرف حساب میشه. پس میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یک رشته 10 حرفی هستیم. خب پس حالا اگه من بیام به نیم بگم، به آلرت بگم که به عنوان پارامتر نیم رو براش بفرستم، خب به عنوان داده های اضافه، حالا شما میتونید به پارامتر بگید داده های اضافی، داده همراه دستور، خب اون رو به من نشون میده. مهدی عباسی، ببینید کوتیشناش نیست. خب این کوتیشنها یک علامت خاص هم، مثل این پرانتز، مثل این مساوی، یک علامت های خاص برای زبان جاوا اسکریپتن. چیزی که فیما بینشون نوشته میشه رشته، اصطلاحا تو زبان برنامه‌نویسی به اینا میگن رشته، به متن داخل برنامه‌نویسی میگن رشته، یا که به انگلیسی میشه استرینگ. استرینگ به این شکل، خب اش میگیم استرینگ. خب یک راه حل دیگه هم هست که تگ کوتیشن هست، میتونیم از تگ کوتیشن هم استفاده کنیم، فرقی نمیکنه. فقط اینو به یاد داشته باشید که هر رشته‌ای که با کوتیشن شروع میشه با کوتیشن هم باید تموم بشه. خب اگه من بیارمش خط پایینم فرقی نمیکنه، چون قبلا گفتیم جاوا اسکریپت سمیکالن و پایان خط میدونه. خب من دوباره ببینم، مهدی عباسی بازم ظاهر شد، فرقی نکرد، البته من آشو نذاشتم، حالا درست شد. خب حالا میگید خب چه فرقی فیما بین دابل کوتیشن و تگ کوتیشن است؟ اگه بخوایم اون رشتمون، خب مثلا من میخوام یک رشته بنویسم که خب میگم ماشین مهدی به انگلیسی، رشتم با تگ کوتیشن معرفی کردم. همونطور که میدونید داخل انگلیسی بابا، خب ببینید با میخوایم بگیم مهماشین نشیم، میگیم مهدیز کار دیگه، درسته؟ خب یک تگ کوتیشن میذاریم، یه اسی میذاریم آخرش که حالت تعلق میگیره. خب حالا اگر رشته من شامل تگ کوتیشن باشه خطا رد میکنه جاوا اسکریپت. شما ذخیرهش نکردم. ببینید خطا رد شد. Unexpected under fire. خب چرا؟ خب همونطوری گفتیم این علامت شروع و پایان رشته است. وقتی من میذارمش اینجا یعنی رشته تموم شد، خب بعدش دیگه هیچی. خب اس و جای خالی کار و کوتاه، این واسه جاوا اسکریپت معنی نداره، خطا رد میکنه. خب زمانی که بخوایم از تگ کوتیشن داخل رشتمون استفاده بکنیم، اون رو با دابل کوتیشن شروع و پایان میدیم. حالا میتونیم داخل رشتمون از تگ کوتیشن هم استفاده کنیم، چون علامت شروع و پایان رشته دابل کوتیشن نه تگ کوتیشن. من با دابل شروع کردم، با دابل هم تموم کردم، پس میتونم تگ کوتیشن فیما بینش بذارم، درسته؟ خب حالا اگه بخوام دابل کوتیشن بذارم چی؟ بازم پیغام خطا رد میشه، چون دابل کوتیشن نشانه شروع بود دیگه. حالا میام تگ میذارم درست میشه، حالا میتونم دابل کوتیشن رو نمایش بدم. پس همونطور که میبینید اگه رشتمون شامل تگ کوتیشن هست، مثل این حالت، برای شروع و پایان خود رشته علامت رشته باید از دابل شروع کنیم. اگه شامل دابل کوتیشن هست، یعنی بیام اینجا به جای این تگ دابل داشته باشیم، اگه رشتمون شامل دابل کوتیشن باشه، برای شروع و پایانش باید از تگ کوتیشن استفاده بکنیم. پس این که چرا دوتا علامت واسه شروع و پایان رشته ها گذاشتن دابل و تگ کوتیشن، اینه که شاید خود رشته شامل اون کاراکتر باشه، برای همین میان از این. یک حالت دیگه هم هست، میتونیم با تگ کوتیشن رشتمون رو شروع کنیم و با تگ کوتیشن هم رشتمون رو پایان بدیم، ولی فیما بینش هم تک کوتیشن استفاده کنیم. خب میگید که الان پیغام خطا رد میکنه، خب برای این کار میتونیم از کاراکتر رد سیکونس، اگه اشتباه نکنم بهشون میگن کاراکترهای سیکونس، یعنی کاراکترهای اسکیپینگ هم بهشون میگن، میتونیم قبل از، خب اگه قبل از خب اون کاراکتر علامت سلش بذاریم، خب اون کاراکتر دیگه به عنوان یک کاراکتر خاص در نظر گرفته نمیشه. ببین الان اینجا این چیه؟ شروع، این پایانه. اگه من این اسلش رو بردارم، خب این اسلش الان به عنوان پایان رشته در نظر گرفته میشه، در حالی که ما نمیخوایم اینجا رشته تموم باشه، میخوایم این جزء خود رشته باشه، یعنی جزء متن باشه. مهدیز این جزء خود متن، واسه اینکه به جاوا اسکریپت بگیم اینجا رشته رو پایان نده، پیغام خطا رد نکن، یک اسلش میذاریم، بخشید یک بک اسلش میذاریم قبلش،
اسلش نماد تقسیمه، اسلش اینه، این بک اسلش. خب یه بک، اگه بک اسلش بذاریم قبل یک تگ کوتیشن، باعث میشیم که اصطلاحا جاوا اسکریپت اونو دیگه به عنوان پایان رشته در نظر نگیره. حالا چون من با تگ کوتیشن شروع کردم، اگه این اینجا باید پایان پیدا کنه، ولی چون بک اسلش گذاشتم به عنوان کاراکتر در نظر گرفته میشه از طرف جاوا اسکریپت. رفرشو میذارم ببین رشتم درست دیده شد. حالا برعکسش هم صادقه. خب من میخوام دابل کوتیشن داخل رشتم داشته باشم، ولی پیغام خطا رد میشه، چون اینجا شروع میشه میرسه به این تمومش میکنه، اسم که واسهش معنی نداره جاوا اسکریپت، این قسمت پیغام خطا رد میشه. میام یه بک اسلش میذارم قبلش، با این کار به جاوا اسکریپت میگم که این دابل کوتیشن جزء رشته است، به عنوان پایان متن من در نظرش نگیر. ببینید به راحتی میتونم ازش استفاده کنم. پس همونطور که گفتم میتونیم متغیر مثل متغیرهای عددی یک متغیر رشته‌ای داشته باشیم که نماد شروع و پایان رشته کوتیشن ها هستن. خب حالا ببینیم که نوع این متغیر چیه. type of تمام حروف به کوچیک می‌نویسیم، name. خب من متغیر name رو میدم به دستور type of، میگم نوعش رو نشون بده. خب اگه من اینو نذارم پیغام خطا رد میشه، میگم نوعش رو نشون بده. نوعی هیچی هم بهش نگفتم، نوع چی رو نشون بدم، گیج میکنم اینجوری جاوا اسکریپت رو، بعد یه چیزی بهش بدم دیگه. پس داخل اون دوتا پرانتز جلوش چیزی بهش میدم، نه میگم نوع اینو بهم نشون بده. خب نوعش هم خب همونطوری که میبینید نوع که میخواد جواب رو برمیگردونه، جواب میاد داخل آلرت، یعنی میگم جواب اینو بده به این، در نتیجه در خروجی میبینمش. استرینگ همونطوری که گفتیم نوع داده های رشته‌ای استرینگ هست در داخل جاوا اسکریپت. پس تا اینجا یک کار با دو نوع داده‌ای در جاوا اسکریپت ما آشنا شدیم، نوع داده‌ای عددی و نوع داده‌ای استرینگ. نوع‌های داده‌ای دیگه هم هستن که ما جلوتر با اونا برخورد می‌کنیم، میتونم الان بهتون بگمشون، ولی خب به قول معروف کاربردی هم به اون صورت ندارم، فقط یه جورایی یعنی الان واسهتون ندارم، الان خیلی مهمه، خیلی هم کاربرد دارم. مثلا نوع داده بولین داریم که اصلا فقط دو حالت توی ذخیره میشه، غلط درست، ترو. خب حالا اگه من خب الان من تو نیم نوشتم ترو، تروی کلمه کلیدیه، معادل درسته. خب یک متغیر بولین من ساختم اینجوری، الان مقدار ترو بهش دادم. الان اگه به تو فورجی بزنم ببینید اینجا میشه باشه ذخیره نکرد، ذخیره میکنیم var name true no string زده دوباره. خب اینجا میمسیم false، بعد هم بروف کوچیکم بنویسیدش. خب بازم میزنه استرینگ، ولی موقعیت امر اینه که الان اینا بولین اصطلاح ما بهشون میگیم، که تایپ آف هم همیشه درست کار نمیکنه. یکی از نوعهای داده ای داخل جاوا اسکریپت داده ای است به اسم بولین. خب این معنیش چیه؟ یعنی با حالت دو حالت هست داده های بولین، تو فقط دو چیه، فقط میتونن دو مقدار بگیرن، مثل صفر و یک هست. خب اینجا میتونن یا فالس باشن یا ترو باشن. کاربردهای خودشو داره داخل جاوا اسکریپت این نوع داده ای، به عنوان مثال میگیم چون همه چیز جوابش یا بله هست یا خیر هست اکثر اوقات، مثل ترو. ترو یعنی بله، یعنی درست، یعنی مثبت، یعنی یک. فالس یعنی اشتباه، یعنی غلط، یعنی نادرست، یعنی صفر. خب حالا به چه دردی میخوره این؟ خب این نوع دو موقعی که ما این سوالی رو از کامپیوتر میپرسیم، خب این باید به یک نوعی جواب ما رو بده دیگه. مثلا بهش میگم که نام من چیه، مثلا میگه مهدی، خب این نوعش میشه رشته. بهش میگم که آیا 4 بزرگتر از 3، میگه فالس، نه نیست. جواب نه داخل کامپیوتر فالس بهش میگن. تو همه زبان‌های کامپیوتری این داده های بولین رو شما دارید، ترو و فالس. معادل نه فالس، ترو معادل آر است، یعنی میتونه بگیم فالس منفی، ترو مثبت. خب حالا مثلا میگیم آیا 5 برابر 5 هست، ترو، بله. اینجوری کامپیوتر اینجوری جواب ما رو میده، کامپیوتر با ترو و فالس جواب ما رو میده. ما تو کامپیوتر همیشه میتونیم سوالهایی رو از کامپیوتر بپرسیم، یعنی در برنامه نویسیم و هم در همین زبان جاوا اسکریپت، که جواب سوالمون ما بله و خیر باشه. نمیتونیم بهش بگیم 3 چقدر بزرگتر از 1 هست،
کامپیوتر نمیتونه جواب همچین، یعنی میتونه جواب همچین سوالی رو بده، ولی نه به صورت مستقیم، باید تندیمش بکنیم که بتونه جواب همچین سوالی رو بده. به صورت اولیه و پایه کامپیوتر نمیتونه جواب سوالهایی رو بده که به غیر از بله و خیر جوابشونه. خب حالا یه سری سوالای دیگه مثلا اینجا، حالا اینو من تو جلسه بعد میریم سراغ اصطلاحاً کاندیشن ها یا همون شرط ها که با ایف شروع میکنیم. اونجا من به شما کاربرد ترو و فالس و اونجا بهتون میگم. پس تا اینجا کار ما با سن و دادی داخل جاوا اسکریپت آشنا شدیم. خب این جلسه رو من اینجا به پایان میرسونم. فقط خیلی سریع مرور میکنیم چیزی رو که یاد گرفتیم. با عملکردهای ریاضی آشنا شدیم، 4 به اضافه 5 جمع یکیش بود. یکی دیگه از عملگرها 9 منهای 2، یکی منها بود. عملگر بعدی ضرب هست، 2 ضرب در 6. خب ستاره نماد ضرب هست. عملگر تقسیم که اسلش معادلش هست 15 تقسیم بر 3، خب میشه 5. باقی مانده تقسیم هست که میگه مثلا 16 تقسیم بر 9 که جواب میشه، بخشید باقی مانده شون میخواییم که جواب میشه اصطلاحاً 7. پس همونطور که میبینید عملگرها حسابی میشن که میشن به اضافه منها ضرب تقسیم و باقی مانده تقسیم و چیز بعدی که با هم مرور کردیم رشته ها بودن که گفتیم میتونیم ما یک رشته باشیم داشته باشیم. This is a استرینگ و همونطور که بهتون گفتم فضای خالی هم جزء رشته حساب میشه، یعنی این فضای خالی اول که من گذاشتم اینم رشته کاراکتر خالیه دیگه و جزء رشته است، این هم حساب میشه. یعنی از اینجا تا اینجا رشته است. همونطور که گفتیم علامت شروع و پایان رشته کوت دابل کوتیشن یا تک کوتیشن است. و همونطور که گفتیم اگه بخوایم از همون علامتی که برای شروع و پایان رشته استفاده کردیم درون خود متن رشته ازش استفاده بکنیم خطا ایجاد میشه و باید پشتش علامت بک اسلش بذاریم به این شکل. یا راه حل دیگه این بود که با یک علامت دیگه رشته رو شروع کنیم. مثلا اگه میخوایم رشتهمون شامل دابل کوتیشن باشه رشته رو با تک کوتیشن شروع پایان بدیم که هیچ پیغام خطایی رد نشه. نوع مپس بعدی که در موردش صحبت کردیم تابع تایپ آف بود. خب که من جواب، چون اگه من همینجوری اینو بنویسم جوابش هیچ جا ظاهر نمیشه، باید بنویسمش داخل جوابش، باید جایی ظاهر کنم. خب میتونیم جوابش حتی تو یک متغیر ذخیره کنیم به این شکل var type، یک متغیر میسازم به اسم type، حالا بهش میگم type of name. خب این چی میگه؟ یک متغیر بساز به اسم type با علامت تساوی عملگر انتصاب به این میگن، یعنی سمت راست رو جوابش رو ذخیره کن تو سمت چپ. تایپ آف نیم، نوع نیم چیه؟ خب نیم چی توی ذخیره شده؟ رشته استرینگ. پس استرینگ توی تایپ ذخیره میشه. آلرت تایپ، نشون بده. چی رو نشون بدم؟ تایپ رو نشون بده. آلرت نشون بده، تایپ رو نشون بده. خب پس چی شد؟ ما اینجا متغیر به اسم متغیر رشته‌ای ساختیم، بعد یه متغیر تایپ ساختیم، گفتیم که اینو توش ذخیره کن. تایپ آف با دستور تایپ آف نوعش رو نشون بده. نوع چی رو؟ نیم. نوع نیم چیه؟ استرینگ. پس داخل تایپ چی ذخیره میشه؟ جواب تایپ استرینگ دیگه. پس تو این استرینگ ذخیره میشه. آلرت نشون بده چی رو؟ محتوای متغیر تایپ. خب ببینیم چی میبینیم. استرینگ. خب حالا ما اینو تغییرش میدم. 12 تو نیم 12 ذخیره شده. تایپ آف نوع نشون بده. نوع چی رو؟ نوع نیم. و نوع نیم چیه؟ نامبر. پس داخل تایپ نامبر ذخیره میشه. نمایش بده چی رو نمایش بدم؟ تایپو داشت ذخیره کرده ما اینو. نامبر، اینو من ذخیرهش نکرده بودم که اینجوری شد. خب این هم از این. حالا میاییم، خب این هم گفتیم. بعد در مورد بولین من صحبت داره، عددی رو گفتیم، رشته رو گفتیم و بولین که گفتیم یه نوع داده عددی هم داخل کامپیوتر هست. اینجا مثلا میزیم بار ام، یک متغیر میسازم به اسم ام، داخلش فالس رو ذخیره میکنم. خب حالا میگم نوع اینجا مثلا میگم تایپ آف
هم نوع ام و مثلا هم به هم نشون بده بولین مثلا. خب ببین پس داده نوع بولین دو حالته، یا فالس یا تروه. خب در انتها می کمی در مورد این کنسول باهاتون صحبت کنم. اگه F12 بزنید کنسول رو میبینید داخل کروم هستم من، یا کنترل شیفت آی رو بگیره داخل فایرفاکس هم همینجوریه. که این بزرگترش کنم با کنترل به اضافه، همونطور که میتونید داخل فایل جاوا اسکریپت بنویسید داخل کنسول هم میتونید بنویسید، فقط هیچ چیز ذخیره نمیشه و اگه سفر رو رفرش کنید هر چیزی نوشتید از بین میره، چون همه چیز تو رمه در واقع. ام مثلا میگم var name برابر است با مثلا var first name برابر است با مهدی. خب الان من این متغیر ساختم به اسم first name و داخل اون مهدی رو ذخیره کردم. اینجا مثلا میگم type of ببخشید first name string. خب حتی ببین دستوراتی مثلا type of ما چرا اینجا حتما باید بدیمش به alert داخل لحظه موقعی که داخل یک فایل جاوا اسکریپت دارید می‌نویسید داده های، اگه من بیام تایپ تاو اینجا بنویسم به عنوان مثال اینجوری بذارمش اینجا، خب این نتیجهش به هیچ جا نمیره، اصطلاحا میره به خروجی کنسول. گرفتین؟ یا فراموش نکنید کنسول دقیقا حالا ما چطوری میتونیم جوابو به جای اینکه با آلرت نشون بدیم بفرستیم به کنسول. اینو تو جلسات بعد بهتون میگم چطوری میتونیم مثلا بگیم آلرت مثلا تایپ آو دیگه با اینجوری نشون نده، من رفرش بزنم اینجوری با پنجره نشونش بده. خب بیا تو کنسول بنویسش. خب واسه این کار حالا جلوتر بهتون میگم. اگه پس واسه همینه من واسه اینکه بتونم نتیجه چیزی رو ببینم میفرستمش واسه آلرت، چون تو حالت عادی اصلا از بین میره اگه ما اینو نفرستیم واسه آلرت میره، یا باید یه چیزی رو تو متغیر ذخیره کنید، یا باید بدیدش به تابعی دستوری چیزی که یه کاری باهاش بکنه. اگه هیچی خب از بین میره دیگه. مثلا میمونه یه تیکه آب داشته باشیم مثلا نریزیمش تو ظرف همجوری بپاشیمش، خب میریزه رو زمین از بین میره دیگه اون تیکه آب دیگه. حتما باید بزنیمش تو پلاستیکی، آبی، دبه‌ای، چه میدونم لیوانی، حتما باید توی ظرفی باشه. داده هم توی کامپیوتر همینجوری هم باید توی ظرفی باشن دیگه. خب اگه ازشون استفاده نشه از بین میرن. خب کنسول اینجا به درد میخوره، خیلی کارهای کنسول خیلی کارهای زیادی میکنه. مثل اینکه مثلا همون حالتی که من اومدم تایپ آف و اینجوری نوشتمش، خب با او بزرگ نوشتمش پیغام خطا رد کرد، اومدم سری کنسول رو باز کردم نوشتم تایپ بدم بله اوی کوچیک تایپ. همیشه خوبی که داره تکمیل کننده کد بسیار عالی داره، یعنی شما میتونید اگه چیز رو یادتون رفت ازش استفاده کنید. مثلا میگم تایپ آف، خب اینجا مثلا میگم میخوام بدم نوع فالس چیه بولین، تایپ آف مثلا مهدی string، یعنی متن نوشتم type of 12.5 number. تاز گفتیم type of نوع یک نوع داده‌ای یک متغیر رو برمیگردونه. اگه بخوایم بفهمیم نوع داده یک متغیر چیه میتونیم از تابع type of استفاده بکنیم. شاید الان بگید چه کاربردی داره، جلوتر تو مباحث حرفه‌ای میفهمید که کاربرد بسیار زیادی داره، چون تو زبان جاوا اسکریپت برخلاف سایر زبان‌ها تو متغیر میتونیم هر چیزی دلمون خواست ذخیره کنیم. مثلا تو یک زبانی مثل سی شارپ شما میاد میگید که سی شارپ اینجوریه، میگید int m برابر است با 12، یعنی متغیری میسازید به اسم m از نوع اینتجر، عدد صحیح دیگه نمیتونید رشته یا هر چیز دیگه توی ذخیره کنید، فقط عدد صحیح. ولی من میتونم تو جاوا اسکریپت بگم var m برابر است با 12، یک متغیر بسازم به اسم 12 رو توی ذخیره کنم، بعد پایین بیام بگم m برابر است با مهدی رشته توی ذخیره کنم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی تو زبان‌های سایر زبان‌های اینجور زبان‌ها مثل جاوا اسکریپت بهش میگن تایپلس. خب استرنگ تایپ هم داریم که اونا اصطلاحاً چی هستند، مثل سی شارپ هم مثل جاوا هم، یعنی متغیر معرفی میشه، نوعش هم تعیین میشه و دیگه فقط همون نوع داده میتونه بره توش. ولی جاوا اسکریپت اینجوری نیست، شما میتونید متغیر رو معرفی کنید توش رشته بریزید، بعد به توش چه میدونم فالس و ترو بریزید، بعد توش عدد بریزید، بعد توش آرایه بریزید، هر چیزی که دلتون میخواد. این هم خوبه هم بده، نمیتونیم بگیم که این یک مزیت بزرگ برای جاوا اسکریپت. آره خیلی خوبه، به عنوان یک زبان وب باید اینجوری باشه، زبان‌های وب زیاد نباید چی باشن استراحاً رو نوع داده‌ای مقید باشن، کارو واسه برنامه‌نویس سخت می‌کنن. ولی توی سری زبان‌ها مثل زبان‌هایی که واسه برنامه‌های دسکتاپ استفاده میشن مثل سی شارپ جاوا اینا،
اونا استران اونا هم مزیت های خودشونو دارن، درسته کمی کارو سخت میکنه که ما یه متغیر رو معرفی کنیم و فقط بتونیم یک نوع داده یه خاص توی ذخیره کنیم، ولی مزیت های خودش رو داره. پس این بود مباحثی که ما تو این جلسه بهشون پرداختیم. امیدوارم که از این جلسه استفاده لازم رو برده باشید.